استاد ذکرالله حقجو دی چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند په اړه یې د خاور شناسانو او د غربي دانشمندانو له اړخه تحقیق کړی دی او دې په اړه به موږ ته لا ډېر زیات معلومات راکړي. استاد خوش آمدین، صبحتان بخیر. تشکر، سلامت باشید. اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. سلام خدمت شما و خدمت بیندای عزیز. میلاد با سعادت ناجی بشریت حضرت محمد سرور سردار دو عالم را بر تک تک مسلمانانی که صدای ما و تصویر ما در جهان میبینن تهنیت و تسلیت عرض میدارم و این میلاد را که میلاد بشریت است و میلاد نور است بر همه مبارک میگم. بسیار تشکر، سلامت باشین. خب در نخست یک دیدگاه و یک معلومات بسیار کوتاه از شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و از زندگیشون داشته باشین. دقیقاً که همه ما و شما به اسلام عقیده داریم و میفهمیم که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم عالی ترین شخصیت در تاریخ گفته شده و خاتم الانبیا است که بعد از هیچ پیامبر دیگر معبود گردانیده نمیشه و اسم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در کتاب های گذشته همچنان به نام احمد آمده بود و تعداد از انبیا و پیروانشان انتظار از این داشتند که چه وقت احمد معبود گردانیده میشه و تعداد از پیامبران و رسولان همچنان امیدواری از این را داشتند و میگفتند ای کاش ما زنده می بودیم و احمد را می دیدیم و امت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می بودیم که خوشبختانه ما امروز افتخار می کنیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ما امت او هستیم و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در کتاب های گذشته همچنان اسمشان به نام احمد آمده بود. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در سر 40 سالگی در غار حرا در شهر مکه با پیامبری مبعوث گردانیده شد در سال 571 میلادی. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آنچه که از طرف خداوند جل جلاله برایش فرستاده شده بود مبعوث لازم بود و ای که بای تو را بر دیگران میرسان و جدا کننده حق از باطل و پیام خدا را بر همه میرسان و 23 سال دعوت شان در مکه و مدینه سپری شد و این دعوتشان تعداد زیادی از کشورها فتح گردید، مردم مسلمان گردید و شاگردای بسیار بزرگی بر دنیا تقدیم کرد که مثل حضرت عمر و حضرت علی و سایر صحابه کرام. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قسمی که معلومات داریم تمام علما محدثین اینا به این باور هستند که پیغمبر اولوالعزم است، ما به او باید احترام داشته باشیم و پیغمبری است که دین ما را تکمیل کرد و بزرگترین کتاب که قرآن کریم است برش فرستاده شد. اما در این باره بسیار نظریات زیاد محدثین اسلامی دارند و میخواهند که ایره همیشه در میلاد نبی صلی الله علیه و سلم بر دیگرا برسانند و از سیرش، از زندگیش، از سیاستش، از حکومتش، از اخلاقش صحبت بکنن. اما وقتی که میبینیم که دانشمندان غربی که اونا همچنان به اسلام عقیده ندارن و مسلمان نیستن، گاهی هم در مقابل پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار گرفتن، لازم است که ما به عنوان یک دانشمند، به عنوان یک انسان مسلمان بدانیم که اونا چرا درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم چی باعث شده کنان نظریه نوشته بکنن، کتاب نوشته بکنن و کارتون درست بکنن و این چی باعث شده. ما تقریبا بیشتر از 2 سال میشه که در این باره تحقیق کردیم. تمام نظریات دانشمندان که از مجلات شروع، کتاب ها، سریال ها، فیلم ها، کارتون ها و این نظریات ما همچنان ادامه معلوماتی که ما میخواهیم جمع بکنم ادامه داره و نظریات مختلف دانشمندان ما جمع آوری کردیم. خب، بیشتر از صد دانشمندان در مورد شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه اگر ما یک نظریات خود جمع بندی بکنیم، بعد از اینکه حادثه سال 2001 در آمریکا به وقوع پیوست، تعدادی از یهودی ها و اسرائیلی ها اینا به این باورمند بودند که اسلام یک دین تروریستی است و مسلمان ها ترورست هستند که انسان های بیگناه را در سراسر دنیا میکشند. بعد از این شخص در سال 2004 کارتون درست کرد به نام آرنولد فاندور به نام کارتون فتنه
که چهره پیامبر صلی الله علیه و سلم در این کارتون بسیار یک چهره خراب بر دنیا می خواست نمایش بده که بیشتر از 1,800,000,000 مسلمان در سراسر دنیا ایره نکوهش کردن، استادگی کردن، تظاهرات کردن و در کشور خودش و این شخص آرنود فانور یکی از افرادی های پارلمان هلند بود و میخواست که در پارلمان هلند کامیاب شود و بخواهد توسط کارتون خود تعداد هواداران خود بیشتر بکنه. اما وقتی که دید که واکنش ها بسیار زیاد شد، حتی در کشور خودش در هلند نتوانست که با امنیت کامل مسئول زندگی بکنه، بالاخره پیش خود فکر کرد و گفت من میخواستم کمی تعداد از هوادارانم بیشتر شد، اما این کاسته شد. دلیل دیر باید ما پیدا بکنم. این دور از افراد و دور از تعصباتی که در دلش درباره پیامبر داشت، درباره اسلام داشت، این خواست تحقیق بکنه که پیامبر چی شخصیتی است که امروز 1,800,000,000 مسلمان در سراسر دنیا به نامش استاده از جان خود، از مال خود، از پول خود، از نوامیس خود میگذرن، اما نمیخواین که به نامش حتی توهین و تحقیر شود. این وقتی که به نام با شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را تحقیق کرد و شخصیت حقیقیش مطالعه کرد، سینهش مطالعه کرد، کتابایی که درباره پیغمبر نوشته شده بود مطالعه کرد، قرآن کریم با ترجمهش مطالعه کرد، این به اسلام رو آورد و مسلمان شد خوشبختانه. و شما اگر خواستین باز من سایتایش هم میتونم، تمام اسناد و شواهدش در اینترنت و در شبکه های اجتماعی همچنان موجود است. یادم مسلمان شد، بعدا فامیل خود تشویق کرد باید که مسلمان شود، دین اسلام یک دین کامل است، دین صلح و دین آشتی و دین اخوت و برادری است. و اولین کاری کرد بالای مرقد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به مدینه تشریف برد و اونجا گریه کرد و از محمد صلی الله علیه و سلم بخشش خواست. و شخص دیگه مایکل هارت نام داره که کتابی در قاهره رونمایی کرد که 28 سال این کتاب چاپ کرده، او مسلمان نیست و به اسلام همچنان عقیده نداره. 100 چهره تاثیرگذار در کتاب خود اسمش است که 100 چهره تاثیرگذار در تاریخ. این شخص مایکل هارت دانشمند آمریکایی است و همچنان استاد دانشگاه در آمریکا است. این کتابش به چندین زبان‌های مختلف ترجمه و نشر شده. این چهره تاثیرگذار هم متوجه بودند، انتظار داشتند که چهره‌ای که تاثیرگذارترین چهره‌ای که در تاریخ هست کی باشد. تعداد فکر می‌کردند که شاید نیوتن باشه چون اختراعات بیشتر کرده، شاید عیسی مسیح باشه چون پیروان بیشتر داره. اما وقتی که کتاب در قاهره رونمایی شد، اولین شخصی که خوشبختانه در این کتاب نامش آمده بود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود. و تعداد از یهودی ها و اسرائیل ها اعتراض کردند که تعداد از ما نسبت بر مسلمان ها بیشتره، چی انگیزه باعث شد که شما نام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در نخست بیارید؟ گفت چهره ای ما در نخست آوردیم، میخوایم تعریف بکنم. امروز در بین مردم وجود نداره، اما اخلاقش وجود داره، سیرش وجود داره، مردم از جان خود میگذرن اما از نامش نه. امروز ببینید که به نام حضرت عیسی، به نام حضرت موسی علیه السلام اگر در کشورهای خارجی یک بد اخلاقی صورت میگیره، تعداد از کفار استادگی نمیکنن، اما مسلمان ها جان خود فدای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، فدای نامش و فدای دینش میکنن. این معلوم میشه شخصی که بتانه که در دل دیگران جای بگیره و در دل دیگران زنده باشه. اگر امروز حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بر مخاطبینشان گفتن که اگر زنده نیست، امروز رفتارش، حکومتش، سیاستش، پیروانش بیشتر از 1,400 سال که میگذره امروز زنده است و ما او را حس میکنیم که است. و تعداد زیادی از دانشمندان مثل ژان ژاک روسو، جواهرلال نهرو، گاندی، ولتر فرانسوی، توماس کارلایل، برنارد شاو، این تعداد از دانشمندایی است که اگر ما لیستش اینجا بگوییم وقت برنامه تان کم است. اما ژان ژاک روسو دانشمند سیاسی است که گفته که محمد صلی الله علیه و سلم سزاوار است که ما باید به پیامبری او اعتراف بکنیم، چون امروز وقتی که پیروایش میبینیم، اگر یک دینی که ساختگی می بود، دین تقلبی می بود، دینی که ساخته دست خودش می بود، یا امروز تا
1400 سال ادامه پیدا نمی کرد، دوام نمی کرد، از من از بین می رفت. معلوم میشه که پیامبریش واقعا پیامبر بوده، از طرف خدا او فرستاده شده بوده. و گاندی همچنان در کتاب رهبر فقید هند، در کتاب هند جدید خود میگه که ما وقتی که اسلام مطالعه میکردم فکر میکردم در ابتدا اسلام به زور شمشیر و به جبر و به اکراه به دست آمده، اما وقتی که سیره پیامبر مطالعه کردم، پیامبر شخصی که تنها از غار حرا برخیست، اولین شخصی که برش ایمان آورد خانمش بود، و اولین جوانی که مسلمان شد حضرت علی بود، و کسای در دین اسلام مسلمان شدن، ایمان آوردن، کنا به جبر و به اکراه و به زور نامدن، و هیچ کس نمیتاند که در یک سرزمینی که در اونجا هر روز یک بت ساخته میشد، در جوار خانه خدا قرار داده میشد و از روی عبادت میکردن، مردم از حمایت میکرد، دینش برحق بوده، پیامبریش برحق بوده، رسالتش برحق بوده، کتابش برحق بوده. یک شخص نمیتونه که تمام انسانها را به زور شمشیر مسلمان بکنه، به اخلاقش معتمن مسلمان کرده، به سیرش مسلمان کرده. و همچنان ولتر فرانسوی میگه که پیامبر صلی الله علیه وسلم یک قانوندان خردمند بود که توانست با اون قانون الهیه که الله متعال برش نازل بکنه، که در مکه و مدینه قرآن کریم نازل شد، و بالای دیگرایی را تطبیق بکنه، بسیار با آرامی، بسیار با شکیبایی یک قانون توانست که حاکم بسازه و مردم را به صبر و شکیبایی دعوت بکنه. هیچ وقت طرفدار ظلم نبوده، طرفدار عقب ماندگی نبوده، طرفدار وحشت نبوده. و همچنان توماس کارلای در کتاب قهرمان قهرمانیت خود میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم قهرمان واقعی بود که توانست از دل یک سرزمین کوهسار، از دل یک سرزمین عقب افتاده بر بخیزه و مردم مسلمان بکنه. و از دید توماس کارلایل کسی قهرمان است که در دل دیگرات جای داشته باشه، حکومت بکنه و نامش همچنان بر سر زبانها باشه و قهرمان امو است. و همچنان برنارد شاو، اگر محمد صلی الله علیه و سلم گفته، دانشمندی است فرانسوی، برنارد شاو اگر زنده می بود امروز مشکلات بشر حل می شد، هیچ مشکلاتی در بشر وجود نمی داشت. بله. از پیاده ساختن قانون در مدینه یادآوری کرده، در مکه یادآوری کرده برنارد شاو، و همچنان از امو دعوتشان یادآوری کرده و گفته اگر امروز حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم زنده می بود در تمام کره مریخ، در تمام دنیا هیچ مشکلاتی وجود نمی داشت، مشکلات بشر حل می شد. بسیار تشکر. تشکر. معلومات بیشتر ما جمع آوری کردیم، اما این که وقت برنامه شما کم است، دوستای دیگر، استادای دیگر منتظر هستند که باید اونا برنامه داشته باشند. انشالله اگر وقت بود بر آینده این تحقیقات ما تکمیل میکنیم و در خدمت هموطنان عزیز ما قرار داریم. بسیار تشکر از اینکه تشریف آوردین استاد مهربان.